بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام دارم خدمت همه دانش آموزان سال دهم ده و دبیران محترم هندسه در سراسر کشور کبریایی هستم با ادامه تدریس هندسه دوازدهم رسیدیم به فصل اول ماتریس ها و موضوع ویژگی های ضرب ماتریس بچا یکی از مهمترین موضوعات در ماتریس ها عرض کردیم ضرب ماتریس ها ضرب ماتریس ها ویژگی هایی دارد مثل توزیع پذیری شرکت پذیری عدم جابجایی عدم حذف و ضرب ماتریس های خاص مثل ماتریس های قطری بالا مسلسی و پای مسلسی. روی این موضوعات میخوایم با هم صحبت بکنیم و ویژگی های خاص ضرب ماتریس ها رو بشناسیم چند تا از ویژگی هایی که به صورت عادی برای اعداد برقراره برای ماتریس ها برقرار نیست که خواهش میکنم به این موضوع بسیار دقت بکنید مثال بعدی میگه اگر ماتیس آ این باشه به همین باشه درایه سطر دوم ستون سوم ماتیس آ ضرب را بیابید پس کل آ ضرب از من نمیخواد چی میخواد درایه دو رو میخواد از من بچه‌ها درایه دو ماتیس آ کی به وجود میومد ماتیس آ آبه.. من آ ب من همشو نمیخوام درایه دو شو میخوام کی به وجود میومد وقتی که شما سطر دوم رو از این بگیری در ستون سوم این ضرب بکنی درسته همیشه سطر از اولی می اومد ستون از دومی دیگه وقتی من سطر دوم ستون سوم میخوام یعنی سطر دوم آ رو تو ستون سوم بی ضرب بکنم خب سطر دوم آ چیه بچه ها؟ دو یک دو ستون سوم بی چیه؟ دو یک منفی یک پس فقط همین رو میخوام نمیخواد به همش تو هم ضرب بکنین این سوال کنکوره شبیه سوال کنکوره پس سطر دوم رو از ماتیس اولی میگیرم ستون سوم از ماتیس دومی میشه دو یک دو در دو یک منفی یک خب ضرب میکنم دو دو تا چهار تا به اضافه یک پنج تا من های دو سه تا تموم شد رفت این میشه درایه دو سه ماتیس حاصل ضرب عدد سه و همین سادگی مثال بعدی میگه اگر ماتریس آ این باشه ماتریس ب هم این باشه ثابت کنید آ زب در ب و ب ضرب در آ مساوی با صفر یه پدیده رو ما در ماتریس داریم بچه‌ها که اینو توی اعداد ما نداریم توی اعداد وقتی ضرب دوتا تا عدد صفر میشد شما میگفتید یا اولی صفر یا دومی یا هر دو بالاخره باید صفر باشن تا حاصل ضرب صفر بشه ما تو ماتریس ها اصلا همچین چیزی نداریم ممکنه که هیچ کدوم از ماتریس‌ها صفر نباشند ولی حاصل ضرب صفر بشه پدیده جالبیه پس تو ذهنتون باشه پس وقتی ضربه دو صفر میشه معنیش این نیستش یکی از اون ماتریس ها صفر بوده ممکنه هیچ کدوم هم صفر نباشن ثابت کنید آ ضرب در ب مساوی در صفر خب آزبدربه در رو من اول انجام بدم آ ضرب در بنویسم دو منفی یک یک منفی سه چهار منفی سه منفی پنج پنج منفی چهار تو به ضربش بکنم منفی یک یک منفی یک سه منفی سه سه پنج منهای پنج پنج خب سطر اول در ستون اول منهای دو منهای سه میشه منهای پنج به اضافه پنج صفر سطر اول در ستون دوم دو صد تا شیش تا سه ست تا نه تا پونزه تا منهای پونزده صفر سطر اول در ستون سوم دو پنج تا ده تا با پونزده تا میشه بیست و پنج تا منهای بیست و پنج صفر سطح دوم در ستون اول 1 و 4 تا 5 تا منهای 5 تا 0 سطح دوم در ستون دوم منهای 3 منهای 12 میشه منهای 15 به اضافه 15 0 سطر دوم در ستون سوم منهای 5 منهای 20 منهای 25 با 25 0 سطر سوم در ستون اول منهای 1 منهای 3 میشه منهای 4 به اضافه 4 0 سطر سوم در ستون دوم 3 به اضافه 9 دوازده منهای دوازده سفر سطر سوم در ستون سوم 5 به اضافه 15 20 منهای 20 سفر بچه ها ماتریسی که همهش صفر باشه رو اینجوری هم نشونش میدن یه اوی بزرگ میذارن یه دونه خط تیره بالاش این منظور ماتریس صفره اصلا اسمش هم همینه ماتریس صفر ماتریسی که همه درایه سفر صفر رو بهش میگن ماتریس صفر یه صفر کله گنده که دوستان معمولا تو مدرسه میگیرن الان مدرسه تعطیله ولی خب صفر کله گنده همچنان حضور داره این ماتریس آ ضرب در ب که شد صفر ماتریس ب ضرب در آ اگر بنویسید بچه ها خودتون زحمتشو بکشین اونم هم همین صفر میشه پس ممکنه آ ضرب در ب صفر بشه ب ضرب در آ هم صفر باشه ولی هیچ کدوم از آ به صفر نباشند آ و ب هر دو چی باشن مخالف صفر این اتفاق ممکنه در ماتریس ها بیفته اینجا با هم دیدیم خب ضرب ماتریس ها یه سری ویژگی داره همونطور که ضرب اعداد <تصفح> یک سری ویژگی داره ضرب ماتریس ها هم یک سری ویژگی داره بابایی ویژگی اول میگه ضرب ماتریس ها داره خاصیت جابجایی نمی باشد ای چقدر چقدر مهمه چقدر چقدر مهمه <تصفح> ضرب ماتریس ها دارای خاصیت جابجایی نمی باشد عزیزم یعنی آ ضرب با ب ضرب در آ مساوی نیست لزوما آ ضرب مخالف ب ضرب در آ در حالت کلی ممکنه توی استثنایی باشه توی حالاتی باشه و در حالت کلی نمیتونی آ ضرب در رو با بی ضرب در آ مساوی در حالی که اعداد اینجوری بودن دیگه میگفتیم دو ضرب در سه مساوی است با سه ضرب در دو فرق نمیکرد که این تو اعداده ولی توی ماتیسا مجاز شما به این کار نیستید که جاشون رو با هم دیگه عوض کنید همین هم کلی نکته ایجاد میکنه برای ما پس آزب دربه در به و به در آ مساوی نیست ولی اگر مساوی باشه بهش میگن دو ماتریس تعویض پذیر یا جابجا شونده پس اگر باشه اسمش میشه ماتریس تعویض پذیر تعویض پذیره دیگه تعویض و میپذیره بچه خیلی خوبیه نکته دو ضرب ماتیسا دارای خاصیت شرکت پذیری می باشد شرکت پذیری یعنی چی؟ یعنی وقتی شما سه تا ماتریس پشت سر هم دارید میخوای تو هم ضرب بکنی میتونی اول آ رو ضرب در ب کنی بعد تو سه ضرب کنی میتونی اول بی رو توی سی ضرب کنی بعد توی آ ضرب بکنی این روشون شرکت پذیری پس سه تا ماتریسی که پشت سر هم میخوان تو هم ضرب بشن پرانتز هر جا دلت بخواد میتونی بذاری میتونی اول دوتای اول تو هم ضرب بکنی حاصلش رو تو سی ضرب بکنی میتونی این دوتا رو تو هم ضرب بکنی بعد چی بچه ها خوب برفم گوش کن بی رو تو سی ضرب بکنی بعد چیکار کنی آ رو توش ضرب بکنی نگاه بعضی بچه ها اشتباهشون کجاست میگه آقا شما گفتی خاصیت شرکت پذیری داره دیگه یا علی مدد خب میگه یعنی چی میگه خب من بی رو تو سی ضرب میکنم بعد حاصلش رو تو آ ضرب میکنم این غلطه عزیزم بس دو ساعت دارم چی میگم از سمت راست ضرب کردن یا چرپ ضرب کردن تو ماتریس ها معناداره کشکی نیستش که توی اعداد شما هر کدوم بخواد میکنی مثلا میگی 3 تا 6 تا 6 ضرب در 5 سی نه 6 ضرب در 5 جا نداریم 5 ضرب در 6 داریم یعنی مثلا حاصل این دوتا رو هم ضرب میکنی حاصلش رو تو هم ضرب میکنی یه چیزی میشه مثلا میشه ماتریس x هر چیزی حالا x رو نباید بری تو a ضرب کنی ها باید a رو بیای از سمت چپ تو x ضرب بکنی پس حاصل این دو تا میتونی به دست بیاری بنویسی x a رو بیا سمت شب توش ضرب بکنی نه اینکه x رو بری تو a ضرب بکنی چون a با x a مساوی نیست a به a مساوی نیست عزیزم خیلی خاصیت سوم ضرب مالیسا داره خاصیت توضیح پذیری می باشن. یعنی مثلا شما میگی آ ضرب داره b به اضافه c. مثلا توضیح پذیری ضرب در جمع خب شما آ رو میتونی توضیح کنی تو پرانتز یعنی یه بار تو بی ضرب کنی یه بار هم توی سی ضرب کنی این میشه آ ضرب در ب به اضافه آ ضرب در سه اول تو بی ضرب میکنی بعد تو سی ضرب میکنی با هم جمعشون میکنی یعنی توضیح میشه توی این هیچ مشکلی هم نداره ضرب مارسا داره عضو خونسا میباشند بله ماتریس آی عضو خونسای ضربه چه از سمت راست چه از سمت چپ ضرب بشه تو ماتریس آ حاصل همون آه ما توی اعدادم عضو خونسامون یک بود دیگه یک ضرب داره پنگ پنگ میشد پنگ ضرب داره یک هم پنگ میشد این آی هم که ماتریس واحد بود که قطر اصلیش یک بود نقش عضو خونسای ضرب رو بازی میکنه تو هر چیزی ضرب بشه هیچ تغییر تو اون ایجاد نمیده ماتریس آ توی ماتریس همانی ضرب بشه خودش میشه ماتیز همانی هم تو همانی ضرب بشه خودش میشه انگار یک داریم ضرب میکنیم یک هم هیچ تاثیری نداره نکته پنج میگه در ضرب ماتیس خاصیت حذف برقرار نمی باشد این هم خیلی مهمه اینم خیلی مهمه تمنی کتاب درسیتون هم هست یعنی چی خاصیت حذف برقرار نمی باشد یعنی مثلا فرض کنید که آزب در مساوی شده با آزب در س بعضی بچه ها میگن که خب آزب در ب مساوی با آزب در س شده بیا آ آ با آ ساده میشه بی مساویه با سی میشه غلطه خیلی غلطه حق نداری این کارو بکنی حق نداری این کارو بکنی این کار غلط است وقتی میگه حاصل هست برقرار باشه یعنی شما نمیتونی از طرفین یه تساوی ماتسی رو بزنی پس این کار مجاز نیست عزیزم از طرفین این هیچ رو نمیتونی ساده کنی البته در حالاتی امکان پذیره که بعدا میفهمیم ما ولی در حالت کلی داریم قانون نیست قانون هز برقرار نیست به صورت کلی ولی در حالاتی بله بهتون بعدا یاد میدیم که در یک حالات شما مجازید که آ رو از طرف این ساده کنید و بنویسید بی با سی ولی در حالت کلی برقرار نمی باشد نکته بعدی که بهشون بهتون گفتم ممکنه ضرب دو تا صفر بشه ولی هیچ کدومشون صفر نباشن همون مثالی که دیدیم دیگه دو تا سه در سه داشتیم که هیچ کدوم صفر نبود ولی ضربشون صف صفر بود اینو با هم دیگه دیدیم نکته بعدی میگه اگر دو ماتریس جابجا جا شونده باشن تمام قوانین ضرب از جمله اتحادها توشون برقراره دو ماتریس جابجا جا شونده یا تعویض پذیر بود اسمش یعنی همونی که آزب دربه با در به مساویه با به ضرب در آ بود میگه اگر آزب دربه در به مساویه به در آ باشه اتحادهای جبری برقراره توی ماتریس ها مثلا اینجا رو نگاه کنید من میخوام دو تا پرانتز رو دو هم ضرب بکنم چون خاصیت تعویض پذیری برقراره مثل اعداد باش برخورد میکنم مثل همون عبارت های جبری که مثلا قبلا خوندم باش بر... ارتباط برقرار میکنم یعنی از اتحاد جمله مشترک میرم خب جمله مشترک آه, اه میگم جمله مشترک به توان دو جمع جملات غیر مشترک که میشه سه بی زب آ و ضرب عوامل غیر مشترک یعنی میشه منهای چهار بی دو پس از اتحاد جمله مشترک استفاده میکنم مجازم چرا مجازم چون فرضم اینه که آب مساوی با آه. اگر آب مساوی به ب نبود حق نداری این کارو بکنید ها پس باید چیکار کنیم اگه نبود باید تک تک اینا رو تو هم ضرب بکنید دیگه از اتحاد نمیتونید برید چه فرقی داره آقا چه اذیت میکنی فرق داره نگاه کن یه وقت هست من میگم آ منهای ب در آ به اضافه 4 ب این فرضم ندارم که آب مساوی آه. شما باید این رو تو این ضرب بکنی دستی یعنی یه بار آ رو تو این توضیح بکنی از خاصیت توضیح پذیری ضرب تو جمع میشه آ ضرب در آ میشه آ دو میشه آ ضرب در چار به میشه چی؟ چار آ به. بعد منهای ب رو ضرب در این بکنی منهای ب آ منهای ب رو ضرب در اون یکی بکنی میشه منهای چار به دو خب آقا این که همون شد نه نشد دیگه همون عزیزم اینو دیگه نمیتونی ساده کنی چون آب به, به آ آ مساوی نیست چون آب آب آ مساوی نیست دیگه نمیدونم چون بنویسیش بنویسیش سه تا به, به آ یا سه تا آب این قابل ساده شدن نیست این شرط اگر برقرار باشه یعنی اگه آب مساوی با به آ باشه من به جای این میذارم چی به جای این میذارم آب اون موقع میشه چهار تا آب منهای آب میشه سه تا آب و ساده میشه پس منظورمون اینه وقتی این شرط برقرار باشه تو عبارت جبری به جای میذاریم آب و به هم ساده میشه این اتحاد مربع دو جمله ای اولی به توان دو دومی به توان دو برابر اولی در دومی خلاصه میخواد بگه که اگر خاصیت تعویض پذیر وجود داشته باشه شما مجازید از اتحادها استفاده بکنید آ در به توان ان هم مثلا میشه آن ان ضرب به ان از همه اون خاصیت های جبری میتونید استفاده بکنید وقتی که تعویض پذیر باشه اگر نباشن چی میشه اینجوری میشه یاتون گفتم دیگه که نمیتونید دیگه با هم ساده بکنید یا آزب در به توان n رو باید n بار تو هم چیکار کنید ضرب بکنید دیگه نمیتونید سادش بکنید بنویسین a n b n مجبور اینو حساب کنید اینو حساب کنید با هم دیگه چیکار کنید ضرب بکنید نکته خیلی مهم ماتریس i با هر ماتریس هم مرتبهش جابجا شوند است و تعویض پذیره ماتریس i آی بچه ایش مشکلی نداره ماتریس a i با ماتریس i a هیچ فرقی نمیکنه چون جفتش مساوی با a بود دیگه درسته یادتونه گفتیم آ آی آی مساوی با آی آ, آ, آ، مساوی با آی پس این دوتا با هم تعویز پذیرن پس ماتریس آی با هر چیزی تعویز پذیره آی آی با آی آی هیچ فرقی نمیکنه پس اگر یه سر معامله اگر یه سر معامله ماتریس همانی باشه با خیال راحت تادار استفاده کن اگر یه سر بازیت ماتریس آی بود با خیال راحت چیکار کن از اتحادها توی عبارتت استفاده کن چون اینجا یه سر معامله ماتریس آی مزدوج ضرب کن حالشو ببر خیلی خوب این نکته هم اینجا گفتیم که اینا حالا بد نیست بدونید گفتم که اگر ماتریس آ را به صورت یک چند جمله بر حسب ماتریس B بتونیم بنویسیم اون موقع آ حتما تعویض پذیرن یعنی چی یعنی اگر ماتریس آ بر حسب ماتریس ب به صورت یک چند جمله تواندار نوشته شده بود مثلا فرض کنید ساده رو بگم مثلا آ بود دو بیه به اضافه سه آی این قطعاً خیالتون راحت باشه که آب مساوی با خیالتون راحت اگر ماتریس آ بر حسب ب به صورت یک چند جمله ای نوشته شده بود اون موقع با خیال راحت فرض کنید که آب به آ به چیه تعویض پذیره یا اینجا مثلا نشون 4 بی 3 منهای 3 بی 2 به اضافه 2 به اضافه آی یه عبارت جبری بر حسب بی اینجا نتیجه میگیرم که آ به با هم چی ان تعویض پذیره اینا از این داستان تعویض پذیری نکته بعدی در مورد توان ماتریسه ما تو ماتریس توان هم داریم همونطور که در توابه داریم همونطور که در اعداد داریم توان از ضرب ایجاد میشه اینجا هم همین داستان رو داریم ولی نکتهش اینه توان فقط مخصوص ماتریس مربعیه توان فقط مخصوص ماتریس مربعیه برای ماتریس های دیگه اصلا توان تعریف نمیشه طبیعی هم هست چرا شما اصلا مگه میتونید دوتا تا ماتریس رو تو همدیگه ضرب کنید همینجوری کشکی مگه قرار نبود ستون های اولی با سطح های دومی مساوی باشه نگاه کن منو مثلا شما یه ماتریس M در N رو مگه میتونی توی یه ماتریس M در N ضرب بکنی اصلا نشدنیه چرا چون تعداد ستونهای اولی با تعداد دومه دومی مساوی نیست پس اصلا حق نداری تو هم ضرب بکنی واسه همینه که شرط ایجاد توان اینه که ماتریس ها مربعی باشن اگه ماتریس ها مربعی باشن چه خوبی داره ماتریس های مربعی N در N هن. خب ضرب میشه توی ماتریس N در N دیگه خب بیا با هم مساوی تا ستون اولی با سطح دومی مساوی حق داری تو هم ضرب بکنی میشه ماتریس B2 که اونم اندر در n اتفاقا پس در حالت کلی دو تا ماتریس مثل هم نمیتونن تو هم ضرب بشن نمیتونن توان ایجاد بکنن چون که مرتبه اجازه نمیده بنابراین باید چی باشن مربعی باشن اگه مربعی باشن مثل همون قواعد اعداد دیگه پایه ها مساوی توان رو با هم جمع میکنیم ها. همون داستان پایا مساوی توانا رو با هم جمع میکنیم توشون برقراره از اینجا یه تعریفی در میاد به نام ماتریس خود توان اینا هم مهمه تو کتاب نیست ولی تو تستا هست ماتریس خود توان ماتریسیه که یه توانیش با خودش برابره توان چندمش مهم نیست شاید آ 2 با آ مساوی باشه شاید آ با خودش مساوی باشه شاید آ ده با آ مساوی باشه هرچی اگر آب توان یه چیزی با خودش مساوی باشه بهش میگن ماتیس خودتوان که این اتفاق میفته وقتی آدو مساوی با آ باشه یعنی <متصفح> اگر آدو مساوی با آ باشه دیگه کافی نتیجه بگیریم که آه این هم مساوی با آه؟ یعنی مثلا فرض کنید که فرض کنید که من میگم آدو شده آ. شما نتیجه بگیرید که آ پنج چنده خب وقتی آ دو شده آ قبول دارید که من دو طرف رو میتونم چیکار بکنم زبدر آ بکنم میشه آ سه مساویه با آ آدو هم که قبول دارید همون آه هه. پس آ هم میشه آ دیدی حالا آ شد آ دوباره تو آ بکنم میشه آ چهار مساویه با آ دو خب آ هم که همون آ بود پس آ چهارم هم میشه آ دوباره تو آ ضرب بکنم میشه آ پنج مساوی با آدو. آدو a هم که آ بود پس آ پنجم هم میشه آ یعنی اگر آدو 2 با آ باشه دیگه همه توانای دیگه هم آه هه. به این ماتریس هم ماتریس های خودتوان ماتریسی که هر توانیش خودش میشه شرطش چیه؟ اینه که A2 با آ باشه اون موقع دیگه هر توانیش خودش میشه آ هم همون میشه آ آ 4000 هم میشه آ دیدید دیگه هی تو آ ضرب بکنید دوباره تکرار میشه و مساویه با آ میشه یه تعریف دیگه تو توان داریم به نام ماتریس پوچ توان ماتریس پوچ توان ماتریس پوچ توان ماتریسیه که یه توانی از این ماتریس صفر بشه مثلا توان دوش صفر بشه توان سه صفر بشه در این صورت از اون به بعد همه تواناش صفر میشه یعنی چی آقا سخت صحبت نکن مثلا فرض کنید، من یه ماتیسی دارم که آسه شده صفر. مطمئن باشید آ 2178 دو تش هم صفره. وقتی a صفر میشه از آسه به بعد صفره. A3, A4, A5, تا آخر. تا آخر همش چی میشه؟ صفر میشه. پس اگر داشتید، با... حالا مسئله هاش میفهمید به چه درد میخوره. داشتید ضرب میکردید یه معاطیسی تو خودش خودش ضرب کرد آدو شد مثلا یه چیزی آسه شد صفر آسه که شد صفر از اونجا به بعد هر توان بزرگتری از آسه چنده صفره به این مارتیس ها میگن های پوچ توان یعنی به هر توانی برسن پوچن صفرن خیلی خوب نکته بعدی مارتیس های بالا مسلسی یا پایین مسلسی که با هم آشنا شدیم بالا مسلسی اونی بود که زیر قطع اصیش صفر بود پایین مسلسی اونی بود که بالای م... قطع صفر بود که در... درا... روی قطر اصلی آنها صفر است ماتیس های پوش توانند و اگر مرتبه ماتیس ان باشد حداکثر به ازای عدد طبیعی N آب توان انشون صفره یعنی چی به این ها ماتریس بالا مسلسی مثال بزنیم که درای های روی قطر اصلیش هم صفر باشن مثلا یه ماتریس سه درسته من بگم این یه ماتریس بالا مسلسیه بالاش مثلث تشکیل شده که درایهای های روی قطر اصلیش هم صفرن اینا ماتریس های پوچ توانن هر ماتریسی که فرمتش این شکلی بود پوچ توانه حالا توان چندم به بعدش صفره میگه حد اکثر توان انومش به بعد صفره خب این سه در سه دیگه درسته ماتریس سه در سه مرتبهش سه میگه این آسه شک نکن که صفره اگر آسهش صفر بشه خب همه توان دیگه هم صفره آسدش هم صفر آنش هم حالا ان مثلا فرض زیاد بشه صفر همش دیگه صفر از اینجا به بعد دیگه همش صفر یعنی اینو میتونی ازش نتیجه بگیری قطعا حالا ممکنه زودتر هم صفر بشه ها ممکنه آدوش هم صفر بشه ولی خیالت راحت از آسه بعدش قطعا صفره ما هم بچه در گوشی بهتون بگم از اون در ها ما کلا با ما ماتیس های دو در دو سه درسه کار داریم تو درسمون دو در دو سه در سه مربعی گوگلی مگولی خب وقتی یه مالتی سه در سه این شکلی من میدم و من مطمئنم آسهش سفره دیگه ردیفه دیگه آدو اینکه که کاری نداره دستی حساب میکنم دیگه آسه بعدش سخته که میفهمم سفره پس این هم نکته تلاییه ماتریس های بالا مسلسی یا پای مسلسی که درایه های روی قطر اصلیشون صفر باشن حتما چیه؟ توان مرتبه شون صفره یعنی اگه سه در سه باشن آسهشون صفره دو در دو باشن آدوشون هم صفره و همه توان های بزرگترشون هم صفر خیلی خوب در مورد این ماتریس مثلثی سری قوانینی هم هست مثلا میگیم ضرب ماتریس مثلثی اگر اتوماتیس بالا مثلثی باشن مثل اینجا حاصل ضربشون هم بالا مثلثیه اگر دو تا بالا مثلثی باشن حاصل ضربشون هم بالا مثلثیه یعنی اگه این تیکه زیر قطر اصلی صفر باشه تو حاصل ضرب هم اینجا صفر میمونه سر جاش در هر دو صورت درای های روی قطر اصلی ماتریس حاصل برابر است با حاصل ضرب درای های متناظر در قطر اصلی دو ماتریس آ و ب یعنی چی یعنی میگه اگر میخوای اینشون هم به دست بیاری راحت میشه به دست چجوری میشه به دست آورد میگه یک رو تو 5 ضرب کن و بنویس 5 منفی دو تو منفی یک ضرب کن بنویس دو سه رو تو منفی دو ضرب کن بنویس منفی 6 پس اینا رو میگیم برای که سرعت عملمون تو ضرب مارس تو توی تستا بره بالا اگر ماتیساتون بالا مسلسی یا پایین مسلسی بود گیج نزنید این تیکش یه قطعا صفر بنویس بره هیچ عناصر روی قطر اصلیش هم گیج نزنید عناصر روی قطر اصلی رو تک تک تو هم ضرب کن یک و تو پنج زرب کن بنویس منفی دو رو تو منفی یک زرب کن بنویس سه رو تو منفی دو ضرب کن بنویس فقط این یه تیکش که باید بری به اگر نیاز بود تو حل سوال یعنی شما به جای اینکه 9 تا درایره به دست میاری سه تا به دست میاری خب خیلی جلو میافتی نسبت به رقیبه تو تست بچه ها اینم دوباره نکته در گوشی تو تست های ماتریس توی کنکور فقط سرعت عمل محاسبه مهمه یعنی این درس درس مفهومی هندسی نیست اصلا تا حالا فهمیدید دیگه هیچ ربطی به هندسه نداره نه شکل داره نه خط داره نه پاره داره نه مناسب داره یه درس کاملا ریاضی و یه کاملا محاسباتیه کسی میتونه تست این رو توی آزمای آزمایشی یا کنکور بزنه که سرعت عمل محاسبه بالایی داره نکته هایی که من دارم میگم کمک داره میکنه به شما که سرعت عملتون رو برید بالا وقتی ماتیسد ماتیس خاصیه از این خاصیت ضربش استفاده کن و بنویس خب طبق همین خاصیت که الان من گفتم بنابراین برای طوان‌هاشون هم میشه اینو گفت میگه ماتیسای مسلسی وقتی میخوام به توان برسن چه اتفاقی براشون میفته درایه های روی قطر اصلیشون به توان همون کا میرسه مثلا این ماتیس بخواد توان کا برسه تک تک درای روی قطر اصلی هم به توانش هم میرسن به توان کا میرسن اون زیرم که صفر بوده اینجا هم که صفر هست سر جای خودشه دیگه فقط شما باید برین تیکه بالا رو حساب کنی ببین چقدر جلو میافتی پس اگر ماتیس مص... بالا مثلثی یا پایین مثلثی بود این توان رو کنید بیارید روی تک تک درایهای های قطر اصلی درست شد این هم خب بهتون کمک میکنه اگر ماتریستون قطری بود یعنی هم عناصر بالای قطر اصلی هم عناصر پایین قطر اصلی صفر بودن خواستید تو هم ضربشون بکنید نرید مثل منگا شروع کنید اینا رو یکی یکی ضرب کردن و سطر اول در ستون اول فرانی حرف اینا صفر دیگه اینا صفره با اینا کاری نداشته باش اینا صفره با اینا کاری نداشته باش فقط اینا رو تو هم ضرب کن آیک به یک بنویسید A دو به دو بنویس آ N به ان عناصر روی قطع اصلی رو بنویس اینا هم همه صفرن اینا هم صفرن پس اگر تو نوع خاصی بود از این خاصیت استفاده کنید جلوتر میوفید توی محاسباتتون ماتیس های قطعی به توان هم خواستید برسونید بچه ها توان رو روی عناصر قطر هستید مثل همون بالا مسلسی پای مسلسی فرق نمیکنه فقط فرقش اینه که با خیال راحت میدونید که اینجا هم صفره کارو بذار روی عناصر روی قطر هستی یعنی عناصر قطر اصلی رو به توان کا برسون بنویسی همین کار سختیه در نتیجه اگر آی ماتریس همانی باشد، همواره آی به توان کا همون آیه میگه آقا ماتریس همانی مگه ماتریسی نبود که عناصر روی قطر اصلیش یکن خب به توان n هم برسه به توان کا هم برسه این n میاد روی اینا دیگه میشه یک به توان n یک به توان n یک به توان n درسته یک به توان n یک به توان n یک به توان n بقیه هم که صفرن خب یک به توان ام با یک چه می میکنه پس این دوباره میشه همون یک 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 دیگه همون هم صفر پس این میشه همون ماتریس آی پس بچا آی سه چنده همون آیه آی ده چنده همون آیه آی به هر توانی برسه چی میشه خودش میشه پس یه ماتریس خودتوان هم هستی ماتیس خودتوان اینو بود که آی دوش یک آی دوش آی بشه درسته مایدوش خودش میشه. اینم همینه این.